سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. بعد از اینکه مروری بر روی جبر هشتم داریم، این مسئله رو که از کتاب درسی هست حل خواهیم کرد. نشان دهید تفاضل هر دو عدد دو رقمی از مقلوبش بر 9 بخش پذیر است. منظورش از مقلوب چیه؟ یعنی جای یکان و دهکان رو عوض کنیم، مثلا 91 مغلوبش میشه 19 یا 19 مغلوبش میشه 91. بعضی از عبارت های جبری را میتوان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت. میدونیم تو ریاضی هفتم دیدیم اگر مثلا 2 ضرب در آ به علاوه بی بود مینوشیم، از خاصیت توضیح پذیری 2 در آ 2 آ 2 در بی، این علامت جمع بینشون هست. حالا برعکسش چیه؟ تبدیل کردن 2 آ به علاوه 2 بی به حاصل ضرب دو تا عدد. الان حاصل ضرب دو تا عدد دیگه، 2 ضرب در آ به علاوه بی هم یه عدد دیگه، این دو تا عدد. به کار اول که میشد به دست آوردن حاصل، یعنی 2 در آ به علاوه بی ضرب میشد، این حاصل ضرب. اما به این کار، یعنی تبدیل کردن جمع به ضرب، میگن چی؟ تجزیه کردن یا فاکتور گیری. اگر دیدید جایی گفتن فاکتور گیری کنید، یعنی همون تجزیه کنید. 5 آبی به علاوه 8 آسی، قسمت عددیش به میمیمشون 1، بنابراین نمیتونیم از چیزی فاکتور بگیریم. آبی آسی، از آ فاکتور میگیریم، از اولی چی میمونه؟ 5 بی. میبینید اگر آ رو در 5 بی ضرب کنید به 5 آبی میرسیم. از 8 آسی چی میمونه؟ 8 سی. اگر باشه 6 آبی به علاوه 12 آ بی سی. اگر یه نفر بیاد از 2 بی فاکتور بگیره، درسته تجزیه کرده، اما تجزیه کاملی نکرده، چون بیشتر میتونه بیرون پرانتز بذاره. اما اگر 2 بیو بگیره، از دومی چی میمونه؟ 6 آ سی. این تجزیه هست اما نه کامل، بهتره از 6 آ بی فاکتور بگیریم. از اولی میمونه 1، از دومی میمونه 2 سی. باز اینجا تمرینات مشابهی هست. کدومش فرق داره؟ بله این یکی توان داره. 3A2 در حقیقت 3A ضرب در آه. 6AB چیه؟ 6A ضرب در B یا 6، همهشون بینشون ضربه. از چی بگیریم؟ قسمت عددی که از 3 میتونیم به میمیم در نظر بگیریم. آه ضرب در آه، آه ضرب در B، آ هم میذاریم اینجا. حالا من جا به جا نوشتم، اشکال نداره، میتونیم 3A2 به علاوه 2B در میاد. اما اگه طبق اینی که اینجا نوشته بنویسیم 3A2B به علاوه A، فرق نمی کنه. اینجا 8X2Y3، قسمت عددی به میمیم چنده؟ 4. 8 تقسیم بر 4 2. اما قسمت حرفی x2x کدوم فاکتور بگیریم؟ x رو بذاریم یا x2 رو؟ درسته x2 بزرگتر، اما باید اونی بذاریم که تو هر دوتاش هست. پس 4x y3 y2 y2 رو میذاریم. از اولی میمون 2x. الان ضرب انجام بدیم، به همون 8x2y3 میرسیم. یه منها میذاریم. بله هیچی جز یک نمیمونه، نگید صفر، یک میمونه که ضرب کنیم میرسیم به همون. بعد اینجا یه ایگرگ هم داره، درست میگید که میشه ایگرگ 3. ابتدا صورت مخرج کسر را تجزیه و سپس ساده کنید. یعنی از صورت از چی فاکتور بگیریم؟ آ میشه چی؟ بیه به علاوه سی. مخرج از چی فاکتور بگیریم؟ از آ میشه بیه منهای سی. آ با
A میره چون به صورت حاصل دربم میشه B به علاوه C به روی B منهای C. آیا اینجا میتونیم باز ساده کنیم؟ نه، بینشون جمع و تفریق مخصوصا اینو داده تا بدون ما اینو میدونیم، یا نه به صورت حاصل ضرب باشه میتونیم ساده کنیم، مثل 3 ضرب در 4 2 ضرب در 6. اینجا میتونیم 2 رو با 4 3 رو با 6 ساده کنیم، آخر سر برسیم به چی؟ 1. اینجا A فاکتور میگیریم، A منهای 1 صورت پایین از B فاکتور میگیریم، A منهای 1. الان آی منهای 1 با آی منهای 1 میره چون این هم به صورت حاصل ضربم بالا و پایین داریم، آ بیوم میشه. باز اینجا x ضرب در 2 به توان آ، y ضرب در 2 به توان آ، چی مشترکه؟ 2 به توان آ از اولی میمونه x، از دومی میمونه منهای y. اینجا 42 x y 3 منهای 35 x 2 y 2 قسمت عددی 42 35 به میمیمشون چنده؟ هر دو بخش پذیر باشن نسبت به هم اولا 42 رو تاییده کنیم میشه 6 ضرب در 7 یعنی 2 ضرب در 3 ضرب در 35 میشه 7 ضرب در 5. به میمیم چجوری به دست میامن؟ بله، عامل های مشترک. پس 7 رو میذاریم، حالا x x2 x رو میذاریم، y3 y2 y2 رو میذاریم، میشه 6 y منهای 5 x. امتحانم خواستیم 6 7 تا 42 تا x y3 منهای 35 x و y 2. اینجا a دو b a b دو، a b تو هر دو هست، a از اولی منهای b از دومی، a دو b سه a سه b دو، a دو b دو از اولی میمونه a، از دومی میمونه منهای b. ابتدا این دوتا رو میزنیم، حالا میگه باز ساده تر کنیم، تا اونجایی که میتونیم باید ساده کنیم. آ دو بی دو یعنی چی تو مخرج؟ یعنی آ بی به توان دو که میشه یک به روی آ بی، یا نه بگید آ به روی آ دو میشه یک آ اوم، بی به روی بی دو هم میشه یک بی اوم. آیا این تساوی درسته؟ بله. میگه آیا همواره برقرار است؟ بله همواره برقرار است. یه منها در این ضرب میشه. این مفهومش اینه دیگه. یه منها ازش فاکتور بگیریم میشه آی به علاوه بی. چرا مجموعه دو عدد زوج عددی زوج است؟ اومده اثبات کرده، گفته عدد زوج اول رو میگیریم 2n، عدد زوج دوم میگیریم 2m، مجموعشون میشه 2m به علاوه 2n، از 2 که فاکتور بگیریم میشه n به علاوه m داخل پرانتز. این یعنی چی؟ یعنی 2 ضرب در یه عددی شده، 2 هم ضرب در هر عددی بشه چه عددی رو میسازه؟ عدد زوج. n به علاوه m هر چی دوست داره باشه، وقتی ضرب در 2 میشه به فرم m به علاوه n رو مثلا بگیرید p، به فرم 2p یه عدد زوج میشه. آیا این تساوی درسته یا نه؟ میگیم اگر ضرب کنیم طرف راستو ببینیم چی ایجاد میشه. منهای a به علاوه b، اینجا نوشته b منهای a، جا به جا نوشته دیگه، فرقی نمیکنه، b منهای a همون منهای a به علاوه b، چون علامت b مثبته. چرا مجموع دو عدد فرد عددی زوج است؟ باز همون کار رو میکنید، میگه یه عدد رو من میگیرم A، یه عدد رو میگیرم B، عدد فرد مثلا به فرم 2K به علاوه 1، اون یکی 2P به علاوه 1، عدد فرد به این فرم هست. A به علاوه B رو وقتی بنویسیم یعنی جمع دو تا عدد فرد میشه 2K به علاوه 1 به علاوه 2P به علاوه 1.
حالا دو کا دو پی از دویشون فاکتور میگیریم، داخل پرانتز میشه کا به علاوه پی، یک و یک هم میشه دو. خب الان باز رسیدیم به دو ضرب در یه پرانتز، یعنی چی؟ فرم عدد زوج. عبارت های جبری رو ساده کنید، فکر کنم دیگه اینو بلد هستید. یکیشو به نظرتون کدومو حل کنیم؟ اینو حل میکنیم، 2x منهای 3y به توان 2، یعنی 2x منهای 3y در 2x منهای 3y به صورت پخشی. ابتدا 2x میاد در 2x ضرب میشه، بعد 2x در منهای 3y که میشه 4x2 منهای 6xy، بعد منهای 3y در 2x که میشه منهای 6yx که همون منهای 6xy، منهای 3y در منهای 3y، منها در منها مثبت 9y2. حالا این دوتا با هم مشابه، حاصل میشه 4x2 منهای 12xy به علاوه 9y2. با توجه به پیکانهایی رد بده عبارت رو ساده کنید، x میاد در این ستا ضرب میشه، منهای یک هم ضرب میشه، بعد ساده میکنید. برسیم به اون مسئله ای که گفتیم، از جبر میخوایم استفاده کنیم برای حساب کردن. برسیم به همون مسئله خودمون، نشان دهید که تفاضل هر عدد دو رقمی از مقلوبش مضرب 9 است. ما عدد دو رقمی که در نظر میگیریم، میتونیم بگیم مثلا 91 منهای 19 میشه چند؟ 72. بعد بگیم 72 بر 9 بخش پذیره، یعنی مضرب 9، پس ثابت کردیم. بعد بگیم نه، خب ما برای این که میخواییم بیشتر بهت نشون بدیم، 81 منهای 18 میشه چند؟ 63. میگیم باشه دیگه، این دوتا رو برات مثال زدیم، از سرت هم زیاده. نه، اینجوری اثبات نمیشه کرد، مگر اینکه تمامی اعداد دو رقمی رو نشون بدید. آره، اما تو ریاضی میایم از متغیر استفاده میکنیم. هر عدد دو رقمی یه یکان داره، یه دهکان. اینم میذاریم بالاش، یعنی یه عدد دو رقمیه و بستش میشه چی؟ رقم دهگانش ضرب در 10 به علاوه بی، مثلا 21. دیگه بالاش خط نمیذاریم، وقتی که متغیره خط میذاریم، میشه 2 ضرب در 10 به علاوه 1. میگه نشان دهید تفاضل هر عدد دو رقمی از مقلوبش، یعنی این خود اون عدد مقلوبش چی میشه؟ میشه بی آ، یعنی میشه بی ضرب در 10 به علاوه آ. خب ما یه عدد اینجا داریم، یه عدد اینجا، از هم میخواییم کم کنیم، یعنی میخواییم بگیم AB منهای BA، یعنی مینویسیم A ضرب در 10 به علاوه B تو پرانتز منهای B ضرب در 10 به علاوه A. از پرانتز میخواییم در بیاریم، این میشه 10A به علاوه B منهای 10b منهای آ. جملات مشابه چیان؟ 10a منهای آ 9a، b منهای 10b منهای 9b. از چی فاکتور بگیریم؟ از 9. 9 ضرب در یه عددی شده، اونم عدد آ منهای b بوده، یعنی 9 ضرب یه عدد مضرب ساخته دیگه. آی منهای بی مثلا ام میشه 9m، نشون دادیم. حالا این سوال هفتم بگیم دیگه، آ میاد در این ضرب میشه، آ میاد در ایگرگ، آ در ایکس. میگه چند تا جمله داره، ما میگیم اگر آی به علاوه بی بود در ایکس به علاوه ایگرگ میشه 4 تا جمله، 2 ضرب در 2. حالا اینجا 3 ضرب در 3 میشه 9 تا جمله. اگر نشه ساده کرد، که اینجا نمیشه ساده کرد. متشکرم، خدا نگهدار.